شاید برای شما هم پیش اومده که بخواین فرش قدیمی خونتون رو عوض کنید. برای این کار به بازار میرین و متوجه میشین قیمت اون فرش نسبت به قبل چند برابر شده و شما با پولتون نمیتونین فرش جدیدی بخرید. اما فکر میکنین دلیل این گرونی چیه؟ برای فهمیدن جواب این سوال باید به گذشته برگردیم. مردم یه شهر برای خرید و فروش از سکه های طلا و نقره استفاده میکردن. اونا برای اینکه سکه هاشون هم اندازه و هم وزن باشه، کار ضرب سکه ها رو به زرگر معروف شهر سپردن. زرگرم برای نگهداری و حفاظت از سکه ها گاف صندوق بزرگی تهیه کرد. مردم هم که به زرگر اعتماد داشتن، سکه های خودشونو به زرگر دادن تا از اونا محافظت کنه. زرگر در مقابل سکه ها به مردم رسیدی میداد که نشون دهنده تعداد سکه هاشون بود و اونا با این رسید میتونستن هر وقت بخوان سکه هاشونو پس بگیرن. به مرور مردم به خاطر سبکی و راحتی رسیدها در معاملات استفاده از اونا رو به سکه ها ترجیح دادن و دیگه کمتر برای گرفتن سکه هاشون به زرگر مراجعه میکردن. زرگر که میدید اعتبار رسیدها بین مردم بالا رفته، با سوء استفاده از اعتماد مردم رسیدهایی چاپ کرد که معادل اونا سکه های طلا و نقره توی گاف صندوق وجود نداشت. این کار زرگر چه تبعاتی میتونست داشته باشه؟ بذارید پاسخ این سوال رو با یه مثال روشن کنیم. اگه این بسته‌ها رو معادل همه کارهای موجود در جامعه فرض کنیم و تعداد کل سکه‌های طلا و نقره موجود هم برابر تعداد این بسته‌ها باشه، اون وقت برای خرید هر کدوم از اونا به یک سکه نیاز داریم. اما چون سکه‌ها به مرور جاشون رو به رسیدها دادن، حالا برای خرید هر بسته یه رسید لازم. تا اینجا همه چیز خوب پیش می‌رفت. اما یه تفاوت خیلی مهم بین سکه‌ها و رسیدها وجود داشت. برای ضرب سکه طلا لازمه که مقدار اون محدوده، اما برای چاپ رسید تنها کاغذ و جوهر لازم بود و میشد با اونا تا بی نهایت رسید چاپ کرد. زرگر به این نکته پی برده بود و تعداد این رسیدها رو روز به روز افزایش داد و باعث شد رسیدهای موجود در دست مردم زیاد بشه و حالا هر بسته با تعداد بیشتری رسید خرید و فروش میشد. عملا قیمت بسته ها به صورت مداوم بالا میرفت و دیده ای که امروز به اون تورم میدن. زرگر رسیدهای بدون پشتوانه رو توی بازار خرج کرد و روز به روز ثروتمندتر شد. اون با رسیدهای غیر واقعی حجم زیادی از ثروتهای واقعی مثل زمین، خونه و چیزهایی از این دست رو از مردم می‌خرید و همچنان که مردم کالاهای با ارزش خودشونو می‌فروختن، رسیدهای کم ارزش زرگر هم وارد بازار می‌شد. اما این همه خسارتی نبود که به مردم وارد شد. با تورم حاصل از شاپ رسیدهای کم ارزش، اگه مردم میخواستن همون کالاها رو دوباره بخرن، باید گرونتر میخرید. مسئله ای که شما هم موقع خرید فرش با اون مواجه شدید. امروز نقش این رسیدها رو اسکناس ها بازی میکنن. در واقع اسکناس ها رسیدهایی هستن که بانک ها در ازای ذخیره ثروت های واقعی مردم به اونا دادن. اما امروز اسکناس ها به خاطر چاپ بی رویه پشتوانه خودشون رو از دست دادن. اتفاقی که در همه کشورها رخ داده. مثلا در ایران بر اساس قانون پولی بانک مرکزی هر 1000 تومان اسکناس باید حدوداً برابر با 108 گرم طلای خالص باشه، در حالی که امروز برای خرید این مقدار طلا باید حدود 14 میلیون تومان اسکناس داشته باشی. در واقع ارزش اسکناس ها با گذشت زمان کمتر و کمتر شده، اما طلا چون دارای ارزش ذاتیه همچنان ارزش خودشو حفظ کرد. اینجاست که میشه فهمید چرا اسکناس ها یا همون چیزی که به اون نقدینگی میگن هیچ وقت نمیتونه جایگزین خوبی برای پول واقعی، یعنی چیزایی مثل طلا و نقره باشه. اسکناسی که عامل اصلی تورم در جامعه است.